پس این شد از وارد کردن تصویر اگر هم خواستید که یه تصویر دیگه وارد کنید کافی اینو تاییدش کنید دوباره اد فوتو رو بزنید و یه تصویر دیگه مثلا لوگو رو من انتخاب میکنم و اد رو میزنم قرار میگیریم مثل همون قبلی میتونیم سایزش رو کاهش بدیم و هر جایی از تصویرمون که خواستیم قرارش بدیم و دیگه همین چیز خاصی دیگه نداره وارد کردن تصویر حالا اگه هم خواستید ذخیرش کنید اینو ذخیره رو هم بهتون بگم اینو برای ذخیره کردن کافی روی این آیکون دانلودی که این بالا هست کلیک کنید و ببینید توی تصاویرمون میگه ذخیره شد الان که ذخیره شده یعنی یه نسخه ازش ما الان ذخیره داریم ولی این پنجره هم برامون باز میشه مور آپشنز که بهمون همون میگه میخواید با چه فرمتی ذخیره کنید این همون فرمتی است که بهتون گفتم فرمت سیو از جی اگه به صورت جی پیگ ذخیره کنیم که اون حالت بکراندمون یا رنگ مشکی میگیره یا رنگ سفید که بستگی به اون حالا اپلیکیشنتون داره بعضی ها مشکی بهش میدن بعضی اپلیکیشن ها بعضی ها سفید و اگه هم به صورت سیو از پی زخیره کنیم که میاد و اون حالت بکراند رو قسمت خالی بهمون همون میده که من الان دوتا شو براتون تست میکنم سیو PDF پی هم که به صورت PDF دی اف میتونید زخیرش کنید خب من اگه JPEG رو یا JPG رو یا JPEG هم بهش میگن انتخاب کنم این پنجره باز میشه میتونیم کوالیتی یا کیفیتش رو کم و زیاد کنیم و ابعادش رو هم میتونیم اینجا کاهش بدیم یا افزایش که اگه برای اینستاگرام میخواید یا برای یوتیوب میخواید این ابعاد خیلی زیاد هستند برای اینستاگرام که همون استوری اینجا قسمت ارز هست و اینجا ارتفاع مثلا قسمت ارز رو برای اینستاگرام ما میتونیم قسمت ارز ده باشه و قسمت ارتفاع حالا چون ما حالت پورتریت رو انتخاب کردیم 1350 است اگه حالت استوری بود یا حالت ریلز بود اینجا 1920 میتونستید انتخاب کنید به صورت دستی هم اینجا میتونیم اینو حالا این, این گزینه رو در اختیارمون قرار نمیده متاسفانه پس با استوری ده در 1920 و برای یوتیوب اگه خواستید این اعداد برعکس میشن یعنی 1920 میاد این قسمت ده میاد اینجا که من فایلش رو اصلا یه فایل براتون قرار میدم توی تلگرام برید اونجا ببینید و که مثلا چه ابعادی رو میتونید استفاده کنید سعی میکنم حالا توی یه پی بذارم که اونجا ازش استفاده کنید و یادشون بگیرید یه چند بار که خودتون تصویر ذخیره کنید دستتون میاد که چه ابعادی رو باید داشته باشید فایل سایز فایل سایز فایل سایزمون یا سایز فایلمون هم که الان 1.4 مگابایت هست که زیاده به نظرم حالا من اگه اینو بیام و الان البته من اینو چون عددش رو کمتر کردم و اینو آوردم پایین کمتر شده 316 کیلو باید شده که عالیه برامون سیو رو میزنم پس این از جی یه بار دیگه زخیرش میکنم اینجا دوباره دوبار ذخیره شد سیو از پی رو هم میزنم باز اینجا اواد رو بهش میدم ببینید بهتون گفتم توی فایل پی ان ابعاد و سایز کار ما البته ابعاد که دست خودمونه سایز خیلی بالا میره اکثر مواقع و الان 7.5 مگابایت همین رو من ذخیره میکنم با همین ابعاد و بریم که تفاوتش رو بهتون بگم خب اینو من الان حذفش میکنم میخوام تفاوتش رو بهتون بگم این لوگومون رو هم حذف میکنم برمیگردم اد فوتو رو میزنم و تصاویری که ما الان ذخیره کردیم اینو بچه ها هر کدومش رو حالا من اینو وارد میکنم و اینو هم وارد میکنم دو تای آخری که ذخیره کردیم واردشون میکنم خب ببینید البته این دو تای آخری پی که من وارد کردم دوباره میام اپلای اون دو تا رو هم وارد کنم اد فوتو و بذار این دوتا رو هم وارد کنم ببینم ببینید اینا پس ما سه تا PNG ذخیره کردیم خب ببینید بهتون گفتم اکثر اپلیکیشن ها سفید ذخیره میکنم. حالا شاید بعضی مواقع مشکی هم باشه پس این الان همون تصویر ما هست الان تصویر ما رو اگه روش کلیک کنیم ببینید کادر دور تصویر ما این خط سفید رنگ هست پس یعنی هر قسمتی که توی این کادر سفید رنگ هست جز تصویر ما هستش عباده تصویر ما این قسمت سفید رنگ هستند و اون تصویر ما که قرار داده بودیم این وسطه پس اینجا پیکسل های شفاف ما هستند که اینجا قرار داشتن ببینید و اینم حالت جی پیک هست پس این PNG جی بود این جی پیک هست که می بینید خودش به صورت خودکار پیکسل های سفید رنگ قرار داده امیدوارم تا اینجا تماشا کرده باشید و چون من کلی وقت گذاشتم نکات که الان بهتون گفتم واقعا میگم توی دوره های پولی هم بهتون نمیگن و امیدوارم که استفاده کنید اینو واقعا از ته دلم میگم چون اه تا این چیزها رو یاد نگیرید مجبورید که کپی کنید از این و اون یعنی شما صرفا میرید یک کلیپ سی ثانی میبینید یه ترفندی توش گفته همونو یاد میگیرید چیز دیگه شما یاد نمیگیرید یعنی خلاقیتی از خودتون نخواهید داشت تا وقتی که نکات پایی رو بلد نباشید اگه نکات پایی رو بلد باشید از خودتون میتونید صدها کلیپ از اینها و آموزش این شکلی خودتون با خلاقیت خودتون درست کنید و دیگه نیازی هم نباشه صدها آموزش ببینید آموزش های کوتاه کوتاه که ترفند بهتون میگه که صرفا همون ترفند رو یاد میگیرید خب دیگه سرتون رو درد نیارم منتظر جلسه بعد باشید و سابسکرایب کنید توی کانال یوتیوب به وبسایت سر بزنید و توی تلگرام یه سری فایل ها براتون قرار میدم و حالا پیج اینستاگرامم هم که از این ترفند هایی که بهتون گفتم اونجا میذارم که قطعا خوبه نمیگم خوب نیست ولی شما زمانی خوبه که نکات اصلی رو بدونید نکات پایری رو بدونید از اونام استفاده کنید و سطح خودتون رو ارتقا بدید موفق باشید و تا جلسه بعدی بدرود